برای همه اونایی که چکای میلیونی میکشن، واسه اونایی که هیچ احساسی ندارن، یا با هم یه معامله بکنیم. بری فرشو فرده شگی آماده باش، دارم میام مشهد. سلام برادره گل. هانس بیکشکی. بیکشکی موفق شده بعد با 3 ریلیز پشمای یوتیوب رو ببین خودمونیم دیگه. بیکشکی بعد از لورد آف رینگز دیده شد، واقعا شروع کرد به دیده شدن، که باز بعد از لورد آف رینگز بلمحض اینکه لورد آف رینگز رو داد بالا، لورد آف رینگز رو اون موقع دیده نشد. یعنی مثلا بعدش این دهود رو داد اونقدر دیده نشد، بعدش ایست فیس رو داد اونقدر دیده نشد، فلک فریستایل و آزمایشگاه و اوپنهایمر و آلایزامی و اس نداره و هانت پروژه های اصلیش بودن و لورد آف رینگز. با این پروژه ها رسیده به 4K ساب تو یوتیوب و من خیلی خوشحال میشم. من 2 سال 3 سال 4 سال فکر کنم کارم الان این شده، بخوای نخواهیم، میدونم بعضیاتون نمیخواید، من کارم این شده. آره شگی اینجوری نیست، ولی خیلی اینجوری هم هاجی پول کاور خوب نداشتن، پول کاور خوب نداشت کسی. خب تا وقتی که تو واسه کاور آرتیست سود نداشته باشی، طرف وسط مجانی کاری نمیزنه که. کاور آرتیست اینجا مثال هر کی، مثلا بیت پرودوسر، کاور آرتیست، دیستریبیوتر، منیجر، دیستریبیوشن منیجر فلان، هر کی. تو وقتی گلی که توته و میتونه بهش گفر رو نشون میدی، همه اینا میان سمت و یهو پروژه هات، یعنی خروجیات از اینجا میرسه به اینجا. من توی مدت خیلی دیدم، من از اون اول مثل چرسی و بگیری، پاپولوژیست، آیسم، زیرو توی مانکیت، پوری، دیگه اومدیم جلوتر مثلا سجاد شایی، علیز، بیا، ای، علی گرامی، دیگه کیا خیلی بیشتر بودن، تلخون، از اون اول میدیدم خروجی هاشونو. بعضی اصلا واقعا میکس نمیتونستن کنن خروجی هاشون، خودشون، دورچی، بزرگترینشون. و دورچی دیگه انقدر سوپر استار شد، یادم بده تو این مثال اسم دورچی رو. امروز مثلا بیکشکی رو دارم میبینم و خروجی هاشو یه مقایسه ریز کنیم، مثلا ایست لست لاوشو برید گوش کنید، خیلی اون پروژه بمبه، ولی باید یه موزیک ویدیو خیلی 10 از 10 میداشت اون پروژه. ولی آره خلاصه گل بیکشگی شکفته کامل. الان هم داریم موزیک ویدیوی هانتو ازش گوش میدیم اینجا و میبینیم با هم دیگه راجع بهش صحبت میکنیم. لینکش رو دیسکریپشن میذارم، از یوتیوب شگی ببینید، لینک یوتیوب استنره فرشاد فوردس هم دیسکریپشنه، سر بزنید به اونجا ببینید چه خبره، اگر فورگنگاتونو یا فورالاتونو گنگ نوشید تو کامنت. چون مختاری شدم که دوست داره رپر باشه. اگر هرچی دوست دارید، حالا من پیشنهادم چیه؟ پیشنهادم فورله. نوشید تو کامنت، بریم سراغ ویدیو صحبت رو جبش. بیت میکر کیوته، دایرکتور پارتیکل پدز، دایرکتور فوتوگرافی پارتیکل پدز و استرن ادیتور کالر پدز استودیو پروجکت منیجر آردا آرت ورک دات خا همت گرم دات خا فوتوگرافی ممرزاشون و اباوت لوپو شکی بگو خواهش میکنم بگو محل اسپانزر اومدی مشهد، منو محل ببر. پولو تیز بزن به کارت بانکی، پولو تیز بزن به کارت بانکی. ای بابا همین اول کاری چرا لیپسینگ نداری شگی؟ پولو تیز بزن به کارت بانکی و لیپسینگش بد بود. پشتنش نشن مثلا. پولو تیز بزن به کارت بانکی، میاد چه کارت بانتیم، اگه بشه جان پابلیک اونم کیرمه، یهود و نجات دادی. پولو تیز بزن به کارت بانکی، جان پابلیک اونم کیرمه، یهود و نجات دادی. پولو تیز بزن به کارت بانکی، میاد چه کارت بانتیم، اگه بشه جان پابلیک اونم کیرمه، یهود و نجات دادی. شدی ویست گلدنم مثل استیت، گنگم پورتر از دی ام اکس گلدن استیت، یکی از وای عجب شگی خیلی باحاله سیسش، یکی اون رفیقمون بدل شگیه این همه. چرا گلدن استیت یکی از تیمای چیز بلوکه مثلا اینا
گلدن استیت نمیدونم بلوک چیه ولی تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز بلوک غربی باید باشه دید چون کالیفرنیا بیسته یهودو نجات دادی شدی بیستت گلدنم مثل استیت گنگم پورتر از دی ام اکسه بیگ پلی افری دیزه پورتر از دی ام اکسه دی ام اکس رپره یه رپریه که کلن رفرنس هایه رفرنس به رپرهای شگی رپرهای اولد اسکولی هم که از این دی ام اکس مرده هستن بیگ پلی گلدنم مثل استیت گنگم پورتر از دی ام اکسه بیگ پلی افری دیزه بام تیم شدش بیم داشت اصلا استیچ نیست دورش بیم میخوره تیز برش بی چاقال بهم نمیرسی نیت فورش بیم بیام رو خطت رفت دیمی تیزرش شنیدم بی چاقال بهم نمیرسی نیت فورش بیم بیام رو خطت رفت دیمی دیمی زارم کونه چه بی دیدی سلام برسی رو خطت رفت بوان کنارا دیمی دیمی زارم آه پارتیکل کونه چه بی دیدی سلام برسونه چه دی 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 بی بی کام و دست اک دی بی دی می کنم پام شهر رو خطت رخ دی می دی می زارم کونه شهر بی دی دی سلام برسونه شهر دی 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 بی بی کام و دست اک دی بی دی می کنم پام شلوار بک حواسم هستن یفته کفشم لک ماشینم بو گل میده جا افهم لک دونی کوب من تیزرشو جویدم از وقتی اومده و امروز میخوام از این فلو خواستگاری کنم خیلی فلوش بمبه شه ابی دی دی ابی گابا دت اک دی بی دی تیز برش بی چاقال بهم نمیرسی نیت فور اسپید بیام رو خطت رخ دیمی دیمی زارم کونه چه بایستا 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 اینجا یه قدری هم بدونیم از حاتم حاتمی که چاقش کرد چرا؟ به خاطر اینکه این فلو رو بیت خلوت خوب میشینه واسه این تیکه فلو حالا نمیدونم خودش خود بیگ شاید روی قسمت خلوت بیت اینو نوشته شاید شرایط رو باید به بیگ بگیم بدیم ولی در صورت درست دارم شرایط میدم میکس با هاتم بود دیاره دیگه هرچی از این فلو چون خودش پر از سورپرایزه باید روبیت خلوت اتفاق میفته نیت فور نیست دورش بیگ میخوره تیز برش بی چاقال بهم نمیرسی نیت فور اسپید بیام رو خطت رخ دیمی دیمی زارم کونه چه بی دی دی سلام برسونه چه دی 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 بی بیگ با دست دیویتی میکنم پام شلوار بک حواسم هستن یفته کفشم لک ماشینم بو گل میده جا افغان بلک کونی کوبونده شربان فلک هرچی بخوام برام در میاد فیری شدم فرا زمینی بیت میاد اورجینالیتی رپ کش میکشم برا فامیلی دوست داری بیام چه تایپی رو گوشی به چه تس فیس آیدی باشه دفتاش تونده اسپایسی تا میبینی میشی زد به تاکسی بولو تیز بزن به کارت بانکیم میاد چه کار بامتیم یه خوره کم انرژی تموم شد ورسش قبول دارید؟ میشه زرد مثل تاکسی مثلا رفرنس معمولی بود ولی بزنیم ورس دو اگه بشه یه جان پابلیک اونم کیرمه یه هود و نجات دادی بولو تیز بزن به کارت بانکیم میاد چه کار بامتیم اگه بشه یه جان پابلیک اونم کیرمه یه هود و نجات داد دیگه داشته در دفا دنبال داب اسمش نی فندکو میده گازش نشتی آجی کار نمیدم تا تشنم شی بعد خام سراختر عبا بسفنجی میدم هی بد دیتیل میزنه هد بیبیگه داد اشتی آجی کار نمیدم تا تشنم شی بعد خام سراختر عبا بسفنجی میدم هی بد دیتیل میزنه هد بیبی گر داداشت نیست مثل شیر عدلی گفت میگه عدلی بازم بذاره فندکو میده گازش نشتی آجی کار نمیدم تا تشنم شی بعد خام سراختر عبا بسفنجی میدم هی بد دیتیل میزنه هد بیبی گر داداشت نیست مثل شیر پامو بلک ست مشکیه در میاری میزی تراول نوکمون از کیری پرایوت داداشا میکشن تعصبم و میریزیم تو هودت پیکی بلایندرز روننده هم به چی و دید نه نه پیکی بلایندرز رو خیلی میریختن تو هود هم نمیدونم تعصبم و راول نوکمون از کیری پرایوت داداشا میکشن تعصبم و میریزیم تو هودت پیکی بلایندرز روننده هم به چی و دیدی تزریق میکنه میدونید چیه قضیه بیچگی یه لحظه استوب فرمول نوشتن شگی دیگه بعد از این همه تحکیه ازش شنیدیم یه فرمول مشخصیه شبیه ولی فرمول مایک تایسون مثلا مایک تایسون یه کمبو داشت حالا یادم نیست دقیقا کمبوش بود ولی هی
زیاد تکرارش میکرد اون کمبو رو. همه هم میدونستن اصلا جای دور نریم. حبیب خودمون، حبیب همه میدونستن چی کار میکنه، تیک داون میکنه، نگهت میداره اون پایین، ساب میشن ماب میشن هم نمیزنه اون پایین، انقدر میزنتت انقدر انرژی تو میگیره. راند 3 یا حالا در 5 راند، راند 5 جون نداری واسه مبارزه، یه راند 5 میکشتت دیگه. اگرم نکشتت ناکاوت نشی امتیازی میبرتت، چون همیشه تو یه تیک داون میگیره ازت، میبرتت پایین روت همش. همه میدونستن فرمولش، ولی کسی نمیتونست مقابله کنه با فرمولش. حالا شگی هم اینجوریه، در فعلا اینجوریه. البته تو این ترک 50-50 به نظر من. به نظرم فرمولش خیلی فرمول واضحیه، یه چیزی تعریف میکنه یهو تهش یه رفرنس میده، یه رفرنس عجیب غریب بهم نمیرسه، نید فور اسپید مثلا، یا جای اون رفرنسه اون قسمتی که میخواد تو رو شگفت زده کنه یکی از لفظای قدیمی خودشو میاد، مثلا اکتیویتی. حاجی راجع به اکتیویتی من میتونم پاراگراف چیز بنویسم در مدح این کار. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا اکتیویتی معنی نداره. اکتیویتی یعنی فعالیت، اکتیو یعنی فعال، بیگ آماده است. اکتیویتی معنی نداره، بیگ آماده است اکتیو باید بگی در واقع. خب ولی یه غلط املایی زده، انگلیسی غلط غلط استفاده کردن تو رپ فارسی خیلی بدم نمیاد، بستگی داره به برند اون آدم ها. مثلا آیسم کچی بیتس اگه فارس انگلیسی غلط استفاده کنه چرا مشکل داره؟ مثلا اینکه اون بره مثلا خارجی باید بخونه اون. همین مثلا بیگ شگی با این استایل واقعا نباید با اکسنت غلیظ لفظ انگلیسی بزنه، باید اشتباه بخونه. به نظرم اینجوری بیشتر خودشه، اینکه تو بیای اکسنت غلیظ استفاده کنی، داری ادا در دیدی بعضی ها ادای اکسنت غلیظ استفاده میکنن موقع انگلیسی، موقعی که کلمه انگلیسی میخوان استفاده کنن، تو مثلا اینجوری میشی و راحت با شل کن اینجا ایرانه. دقیقاً بحث همونه. مثلا مثال زدم کچیویس، کچیویس به خاطر اینکه بابا اون بره، اون اگه انگلیسی غلط استفاده کنه تو بهت برمیخوره اتفاقا، اون باید خفن استفاده کنه. ولی شگی اینجاست، شگی مشهده، من دوست دارم مشهدی ازش بشنوم تا انگلیسی غلیظ. خب این به کنار، میگم اون اکتیویتیه با اینکه غلطه انقدر جاهای درستی ازش داره استفاده میکنه، انقدر چیز بامزه ای عنصریه که واسه معرفی خودش همه جا بهترین جاها، کوتاه‌ترین و بهترین معرفی از خودش. بیگ آماده از اکتیویتی، اگر بدونی، اگر بیگ شگی دنبال کرده باشی به اکتیویتی که میگه میپریزه، فشفشه روشن میشه تو تنگار. حداقل بر من که اینجوریه. خب حالا اینو داشتم میگفتم، فرمول نوشتنش واضحه، یه چیزی میگه بیگ آماده است فلان، بیگ فلان فلان، من اینجوری میکنم فلان، اون فلانه معمولا میشه یه رفرنس. مثلا نمیرسی بهم نید فورست، میریزیم هودت پیکی بلندرز. هرچی این رفرنس ها دور از ذهن‌تر باشه، کاری که بیگ شگی تو آزمایشگاه فریستال آزمایشگاه مثلا بی نظیر بود، این کاری که میکرد گلدن هم مثل استیت مثلا اینجا این کارم کرد دیگه. هرچی این رفرنس ها غیر قابل پیشبینی تر باشه خفن تره. پیکی بلندرز مثلا یه مقدار قابل پیشبینی بود، من زیاد شنیدمش حداقل. گلدن استیت رو نشیده بودم تا حالا باحال. تو آزمایشگاه چیکار کرد؟ داش آماده دوئل هم ردت تو. تو لاست لاوش چیکار کرد؟ گفتش که جی تی ای بهت مشتاقم بیشتر جی تی ای 6. مثلا اینا رفرنس هایی که من نشینم اصلا نشینم جایی و فکر نمی کنم کسی استفاده کنه، ولی وقتی بیگ شگی انقدر درست میاد استفاده میکنه خفن میشه. دلیل اینکه من ذوق میکنم با رفرنس دهی های بیگ شگی، از بیرون انگار پول گرفتم میفهمم، ولی از این ور قضیه اینجوریه، دور از ذهن غیر قابل پیش بینی. اینجا باز میگم 50-50، اینجا بعضی رفرنس هاشو من زیاد شنیدم، پیکی بلندرز رو زیاد شنیدم، ولی مثلا نیت فور اسپید باحال بود، یا حتی وقتی میخواد بگه کونت میذارم شبی دیدی، انقدر فلو و قافیه چینیش عجیب و جدید و فرشه، تو همون بیت زیاد شنیده شده هم حال میکنه شبی دیدی. حالا بریم اداره گوش کنیم. ببخشید بیگ شگی، منتظرت گذاشتیم. پامو بلک ست مشکیه در میاری میزی تراول روکمون از کیری پرایویت داداشا میکشن تعصبم و میریزیم تو هودت پیکی بلایندرز رو نده هر بچی و دیدی تزریق میکنم هی پیوریتی سفنجک تا نو هر بچی و دیدی تزریق میکنم هی پیوریتی سفنجک تا ناموس امنه چون شده بیگ سیکیوریتی یه سر روم لنزایه موزیکم پر امضایه یه سر روم لنزایه موزیک لنز آی منظورشه یا لنز ها یه آنان چیزی به اسم لنز آفت آی و اینا داریم لنز آیه تزریق میکنم هی پیوریتی سفنجک تا ناموس امنه چون شده بیگ سیکیوریتی یه سر روم لنزایه
موزیکم پر امضای ماسکا روی فیسای کونی بیگ شگی نمیشه اکس بایر باز تیز بریم پا میکبام کال کن بیزنسید داری سری کابشناتون رو بپوشین چون بیگ داره میاد وینتر ایز کامی پولو تیز بزن بکشناتون رو روی فیسای کونی بیگ شگی نمیشه اکس بایر باز تیز بریم پا میکبام کال کن بیزنسید داری سری کابشناتون رو بپوشین چون بیگ داره میاد وینتر ایز کامی پولو تیز بزن به کارت بانکیم میاد چه کار بام تیم اگه بشه یه جام پابلیک اونم کیرمه یهود و نجات داد بی وینتر ایز کامین بود نمیدونید شما میدونید همین ببین این رفرنس دقیقاً یه لکچر 10 دقیقه‌ای دادم همتون هم زدید جلو نید منظورم همین رفرنساش وینتر ایز کامینگ که میگه اصلا ناجی آب شورتی میشه آدم انقدر تشبیه و انقدر رفرنس باحالیه گیم آف ترونز یه جمله پرتکرار پرمعنی ببین واسه صحبت داریم دیگه آقا ویدیو رو گرفته صحبت کنیم دیگه هی از آبوجونی ما میدید که زیاد صحبت میکنه راجع به یه مسئله من دوستم صحبت کنم مارتین یه کاری کرد یکی از کارهای باحالش این بود که یک جمله وینتر ایز کامینگ جای جای اثرش حالا من کتابشو نخوندم تو فیلم سریالش جای جای سریال این جمله رو توی یه موقعیت خاص میشنوی توی چه موقعیتی موقعیتی که یه نفر داره به یکی دیگه میگه باید آماده شیم اون میگه مثلا چرا این میگه به خاطر اینکه وینتر ایز کامینگ شبیه یه ضرب المثل تو دنیای چی میگم نغمه آتش نغمه آب آتش نغمه یخ آتش همین چیزی اسمه کتابش ترجمهش حالا تو اون دنیا یه ضرب المثل رایجه که مخاطب و بیننده یه فیلم و خواننده کتاب تا مثلا فصل آخر اصلا نمیدونه منظور چیه به خاطر اینکه معنی وینتر رو نیده نمیدونه وینتر یعنی چی نمیدونه این ضرب المثل چرا اینقدر معنی داره چرا وقتی هر جایی این ضرب المثل گفته میشه یهو همه گوش میدن به حرف کسی که این ضرب المثل رو گفته حالا وینتر ایز کامینگ چی بود قضیهش قضیهش این بود که وایت واکر بودن چی میگفتن بهشون آره وایت واکرز وایت واکرها که خیلی وقت بود تو اون دنیا دیده نشده بودن همه فکر کردن دیگه اونا دیگه از بین رفتن وجود خارجی ندارن ولی یه ضرب المثلی همیشه بود که میگفتن آقا وینتر ایز کامینگ این ضرب المثل همیشه برای خطرات احتمالی خطر احتمالی بیدار شدن وایت واکرها آدما رو آماده می‌کرد. طرف اینا متوجه شدیم که وایت واکر واقعیان و واقعا وینتر ایز کامینگ. وایت واکرها میومدن همراه خودشون همه جا رو وینتری و زمستونی می‌کردن و سرد می‌کردن دیگه. یعنی اینکه این جوم ضرب المثل مهم اون دنیا رو برداشت بیت آخر گذاشت. بمب دیگه بمب. سید داری سری کابشناتون رو بپوشین چون بیگ داره میاد وینتر ایز کامینگ پولو تیز بزن به کارت بانکیم میاد چه کار بام تیم اگه بشه یه جام پابلیک اونم کیرمه یهود و نجات دادی پولو تیز بزن به کارت بانکیم میاد چه کار بام تیم اگه بشه یه جام تلویزیون پشت همی بود میاد چه کار بام تیم اگه بشه جام پابلیک اونم کیفمه یهود و نجات دادی یادش ناموسن تو شورولت هولدر گوشی نزن حیفه اگه بشه جام پابلیک اونم کیفمه یهود و نجات دادی شک شک خب من روایت های مختلف و نظرات و چی میگم بازتاب های مختلفی دیدم از این موزیک ویدیو توی سطح اینترنت یه سری هم گفتن عجب چیزیه یه سری هم گفتن مثلا فید شده یه سری هم گفتن شبیه تک قبلیاش اونقدر انتظاراتو برآورده نکرد ببین همیشه اینجور فیدبک ها یه رگه هایی از منطق توشون هست همیشه اینجوری نیست که مثلا هر کی اینو میگه هیتره هر کی اینو میگه خایم آدم نه این بازتابا رو باید بهشون توجه کرد قبول دارم منم واقعا مجموعه ای از این نظراتم به نظر من چیزهایی که بیگ شگی واسه من جذاب میکنه از جمله سلیقش تو چیدن بیت تو جای مناسب سلیقش تو این چیزا خیلی خوبه یعنی به جاش البته با حاتم احتمالاً خیلی از این چیزایی که میگم احتمالاً شاید مسئولیت حاتم باشه تو خروجی ولی خلاصه بیت‌های خوب فلوهای خوب جای مناسبی از ترک قرار میده معمولاً واسه همینه که میگم بیت آخر ورس اول معمولی بود ورس آخر معمولی تموم شد به خاطر اینکه بیگ شگی میدونم خیلی با سلیقه است بخواد ورس تموم کنه یه جوری تموم میکنه که تو بزنی عقب نتونی اصلا بری ادامه تر گوش کنی دوست داری بزنی عقب آخر اون ورس رو از اول گوش کنی که برسی به اون آخرش ولی ورس یک این اتفاق نیفتاد ورس دو ولی افتاد فلوهای عجیب غریب و جدید اصلا یه فلوهایی میزنه واقعا کار هر کسی نیست اسموس در آوردن این فلوها رو میگیرش میگم فلوهاش هنوز که هنوزه
یعنی تو با فلوهای 4 5 تا ترک شگی میتونی کریر ببندی، ولی بازم داره فلو جدید میزنه. اونی که گفتم بهتون وسطش کلی صحبت کردیم، رفرنس های جدید که اینجا مجموعه ای از رفرنس های باحال و رفرنس های جنریک ما داشتیم، رفرنس جنریک زیاد داشتیم، همون تاکسیه، همون پیکی برندرز یه خورده چیزای قابل پیش بینی بودن. آره دیگه، چیزای دیگه‌ای که واسه من جذاب کاراکترشه، برند بصری و تصویر و سیکس و این چیزا که کاری نداریم. چیزی که باعث شده احتمالاً بعد بعضیا بگن که مثلا شگی هم تموم شد کارش دیگه فید شد، احتمالاً همون یک کم فرمولی به نظر رسیدن کارهای شگیه. فرمولی بودن تا جایی که تو نتونی پیش بینی کنی اوکی، ولی واقعا اگر قابل پیش بینی باشه اذیت کننده است. یعنی وقتی میگه میریزیم تو هودتون، اگر اون تشبیه آخریه دور از ذهن باشه، تو کف میکنی واقعا از این بیت، نمیتونی ایراد بگیری، انقدر جذابیت زیاده که ایراد نمیگیری به این فرمولی بودنه. ولی واقعا اگر وقتی میای پیکی بلایندرز رو استفاده میکنی، چون نزدیک به ذهن اونقدر دور نیست، اون فرمولی بودنه بیشتر به چشت میاد. حالا کسایی که میگن شگی هنوز نیومده فیت شد، منظورشون احتمالاً همینه، به نظر اونا زیادی فرمولی بوده. کسایی که میگن فراتر از انتظار من نبود، چی میگن انتظاراتم برآورده نکرد، احتمالاً دلیلش این بود که ببین من حسی که از این موزیک میگیرم همون حسی که از موزیک قبلیش میگیرم فرق داره، مثلا درام لاینمون فرق داره، بیتمون فرق داره، فلوها فرق داره، ولی حسه یه چیزه. من فکر کنم توی آزمایشگاه لاین ملودی اصلیمون یه ویول بود، اینجا هم یه ویول بود، ویولون بود، فقط نوت ها عوض شده بود. این اصلی ترین دلیلیه که حس دو تا ترک رو یکی میکنه. یه سری هم هستن که میگم به نظرشون پروژه بمبی بود و به نظر من مخلوطی از اینا بود. واقعا یه سری اتفاقات پروژه خیلی بمب بود، یه سری ها معمولی. اینکه ضعیف و فید و اینا به نظر من نه، اصلا اینجوری نیست. ببین من تو این پروژه بیشتر رو به جلو رفتن میبینم و نهایتا مثلا سر جا موندن ببینم، رو به عقب چیزی نمیبینم، چیز بدی من نشیدم. موزیک ویدیوی بهتری در اومده بود از موزیک ویدیو قبلیه. بازم ایده های روایی بیشتری. اگر ببین ما یه نراتیو داریم، زیاد توضیح دادم تا آخر عمرم زیاد قرار توضیح دادم، یه نراتیو داریم، یه پرفورمنس، بیشترش تو پرفورمنس بود. تنها نراتیومون همون اولش بود که بیچگی انگار میره از یه جای از محل یه چیزی بگیری تیر میخوره، تنها روایت اونجا تموم شد دیگه. از اون به بعد فقط شات پرفورمنس داشتیم. اگر روایت هم همراه پرفورمنس و اجرا پیش بره تو طول موزیک ویدیو، مثلا آخر موزیک ویدیو اون چیزی که اون اول به ما نشون داده آخرش این نتیجه گیریشه، اینا خیلی میتونه بیشتر کمک کنه به خاص شدن اون تجربه موزیک ویدیو دیدن برای مخاطب. ولی شاتای پرفورمنس رو حساب کنی از موزیک ویدیو قبلی آلایزامی به نظرم بهتر شده بود. کادرها بالاتر بود، نورا بالاتر بود، شفرولت بی‌نظیر بود، بیرولای بدی نبود، مثلا اون که از کون مانکن دارن شلوار رو میکشن پایین مثلا باحال بود. یه چیزی هم بگم، یه اشتباهی که شاید بچه‌ها کنن اینه که مثلا تو مثلا سجاد شایی هارپیش میتره که یهو بیت پرودوسرا میخوان سند اوت کنن واسه سجاد، هارپی تایپ بیت سند میکنن. بابا طرف وقتی هارپیو ساخت دیگه این هارپی نمیخواد بسازه. مثلا خیلی آرتیستامون دیگه نمیدونم اسم ببرم نبرم، با یه ژانر میان بالا، مثلا پوری، مثلا زیروتونی مانکیت که دیریل میده، با اون ژانر، با یه استتیکی، یه ساوند اسکیپی طرف به من القا میکنه، منی که بیت پرودوسرم یه سری بیت شبیه همونی که از آرتیست گرفتم، همون حسی که از آرتیست گرفتم میسازم. مثلا برای پوری یه بیت ایرونی تایپ و ویولوندار ترکی مارکی میفرستم، بخوام واسه تونی بیت بفرستم دیریل میفرستم، دیریل یوکی بخوام واسه مثلا فلان، میگیری چی میگم؟ یه تایپ بیت رو مود میکنه طرف، همه بیت پرودوسرا این همون تایپ بیت رو واسش میفرستن. خب حالا اشتباه آرتیست اینه که دوباره بیاد رو همون بیتا، حالا دوباره سه باره اوکیه، ولی هی رو همون بیتا بزنه نه. این اتفاقیه که واقعا دلیل اصلیه که باعث درجا زدن آرتیست هست. مثلا بیچگی الان احساس میکنم این کارو کرده، احساس میکنم که مثلا تایپ بیتی که هم سلیقه خودشه، همین که بیت پرودوسرا شگی و آزمایشگاه شناختن، یه بیت شبیه آزمایشگاهش واسه فرستادن، اونم که خوشش اومده زده. در صورتی که اینا به نظر من جلوی حرکت کردن رو به جلوی آدمو میگیره. اینکه تو مثلا یه تایپ بیتو کلا بچسبی بهش و چیزای مختلفو امتحان نکنی. خلاصه تبدیل تجربه اولین بار دیدن ویدیو عثمان من هشتم. لطفاً تو قسمت کامنت اکتیویتی باشید، ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب و نظرتون راجع به پروژه و نظرتون راجع به ریاکشن ویدیو و تا ویدیوی بعدی. چهار گنگ.